نمیتونم دربارش دروغ بگم. آدمای زیادی که اونا هم مضطرب بودن و در موقعیتی مثل شما قرار دارن اونجان. بعد از اینکه وکیلم رسید اومد اونجا که با من صحبت کنه. بعدش مأمور حفاظت اومد دنبالم. در طول مصاحبه طولانی یک وکیل حضور داشت، یک مأمور حفاظت و یک مترجمم بود. نقش مأمور حفاظت این بود که سوالات رو بپرسه و بیشتر درباره کشوری که شما از اونجا اومدین تخصص داره. اونا از من درباره شهرم، خیابونها، دلیل اینکه وطنم رو ترک کردم سوال پرسیدن. خیلی وارد جزئیات بشید و بهشون بگید که چه و چطور اتفاق افتاد و چرا مجبور مهاجرت شدید. فکر کنم بازم خیلی مهمه که اصلا دروغ نگید. بر اساس این جوابها درباره پذیرش شما تصمیم میگیرن. اینکه به شما پناهندگی، یارانه و حفاظت بدن یا اینکه پروندهتون رو رد کنن. نقش مترجم اینه که دقیقا همه چیز رو ترجمه کنه. مترجم هیچ تأثیری روی تصمیم نداره. مترجم موقع ترجمه کاملا بیطرفه. چون بعد از ترجمه به شما هم فرصت میدن همه چیز رو بررسی کنید. چون همه چیز نوشته میشه. وکیل کنار من نشسته بود. البته اصلا نمیتونه موقع مصاحبه حرف بزنه. اما من واقعا احساس راحتی میکردم. من به همراه خانواده‌ام فقط یک مدرک خانوادگی داشتیم که ثابت میکرد ما از یک خانواده هستیم. نام‌های ما و تاریخ تولد همه ما داخلش بود. همین. تمام مدارک دیگه‌ای که به موضوع من مربوط بود رو به صورت آنلاین پرینت گرفتم. فکر کنم اینکه من برای چیزی که درباره‌اش صحبت می‌کردم مدرک هم داشتم خیلی به مأمور حفاظت کمک کرد. برای همین همزمان حرفی که می‌زدم رو ثابت می‌کردم. فکر می‌کنم خیلی به پروندم کمک کرد. بعضی از مدارک و مأمور حفاظت درخواست کرد که همراه ما نبود. بعداً تمام اون مدارک رو با ایمیل براش ارسال کردم. میتونید بعد از مصاحبه طولانی اونها رو ارسال کنید. اما توصیه من اینه که اگر مدارک همراهتون هست همه چیز رو با خودتون ببرید و به درست غلط بودنش فکر نکنید، چون اونها از همه چیز کپی می‌گیرن.